در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، اکثر رهبران جهان راهی نیویورک شده اند. از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل. من به مجمع عمومی سازمان ملل میرم تا مواضع اسرائیل رو برای جهان بیان کنم. طی این چند روز با خیلی از رهبران ملاقات میکنم که قطعا مهمترینشون پرزیدنت بایدنه. و من با او مقدم بر هر چیز در خصوص ایران و گسترش توافقات صلح گفتگو خواهم کرد. پرسش اینجاست که مهمترین موضوع از دید نتانیاهو یعنی ایران، که در مهمترین دیدار دو جانبه اش یعنی با بایدن به آن خواهد پرداخت، در خصوص کدام پرونده خواهد بود؟ همانطور که دنیا امروز شاهده و من هم البته بر اون تأکید خواهم کرد، ایران تمام تعهداتش رو زیر پا میگذاره، بیشرمانه دروغ میگه و قصد داره سلاح هسته‌ای بسازه و به تخاصمش در منطقه ادامه بده. ما با هر دوی اینها خواهیم جنگید. من امروز تهدیدهای یکی از اعضای رژیم ایران رو شنیدم. توصیه میکنم که ما رو تهدید نکنه. او باید بدونه و این رژیم باید بدونه که ما به هر حمله به شهروندانمون و مردممون با قدرت واکنش نشون میدیم. تنها برداشتی که میتوان از این اظهارات داشت این است که پرونده هسته‌ای ایران کماکان محل نگرانی است. با این تفاوت که این نگرانی و ابراز خشم از عملکرد جمهوری اسلامی تنها به اسرائیل محدود نمیشود. روز شنبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، لغو مجوز فعالیت 1/3 بازرسان این آژانس از سوی جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. گروسی تصمیم تازه جمهوری اسلامی را اقدامی نامتناسب و به شکل غیر مترقبه یک جانبه خواند که در تضاد با همکاری هایی است که باید بین جمهوری اسلامی و آژانس برقرار باشد. به گفته او، بازرسانی که مجوز فعالیت آنها لغو شده است، تا پیش از این در تأسیسات غنی‌سازی جمهوری اسلامی حضور و فعالیت داشتند. و در نهایت، گروسی تصریح کرد که این اقدام ضربه‌ای غیر ضروری به روابط روبه تیرگی میان آژانس و ایران وارد کرده. یا به عبارتی، تأکید بر این که حتی بدون این اقدام هم روابط این نهاد با جمهوری اسلامی چندان ایدئال نیست. این در حالی است که لیست دلواپسان برجام همکنون فرانسه، بریتانیا و آلمان را نیز شامل می شود. سه عضو اروپایی برجام که تصمیم گرفتند تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی را تمدید کنند. فرانسه، بریتانیا و آلمان به وضوح اعلام کردند که تحریم‌های هسته‌ای باقی مانده را ادامه خواهند داد. دلیل این اقدام برنامه هسته‌ای پیشرفته ایران و نقض جدی و مکرر تعهدات برجامی این کشور از سال 2019 است. همزمان ما درها را برای راهکار دیپلماتیک باز نگه می‌داریم، زیرا هدف باید منع اشاعه هسته‌ای در منطقه باشد. اقدامی که بعید است از دید جمهوری اسلامی نوعی تهدید تلقی شود. از همین رو می‌توان گفت که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی همکنون در شرایطی است که عدم پایبندی تهران به تعهدات برجامیش تقریباً در حال تبدیل شدن به یک روال عادی است. محسن ایزدی، لندن.